درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. یک گپ بامدادی یا صبحگاهی با شما دوستان عزیزان داریم. یه نگاهی به اینستاگرام انداختم، صبح که بیدار میشم یه نگاهی میندازم به کلیتش که دستم میاد اونو بیان میکنم. اینکه اول دیدم که سفر ظریف به ونزوئلا و دیدار با مادورو بود و اول دیدم که این مجریهای شبکه مناطق و اپوزیسیون بیشرف چقدر ناراحت بودن از دیدار ظریف با مادورو و چقدر وقیه هن این حرومزاده ها. مثلا انگار که مثلا ظریف جنایت کرده، رفته با یه دیکتاتور عکس گرفته. خب مردی که احمق، این رئیس جمهور قانونیه، با انتخاب اکثریت انتخاب شده. خالتون این خانوم بود اون احمقی که این پست گذاشته بود. بعد شما وحوش و غربگداها چند ماه خواستین کودتا کنید، مادورو رو حذف کنید، هیچ غلطی هم نتونستین بکنید. چند میزدین و میرفتید، خوشحال بودید که یک متحد رژیم ایران به اصطلاح داره سرنگون میشه. بعد شما انقدر شکست میخورید، شکستای شما پی در پی هم هست، حیا هم نمی کنید. اینقدر آبروتون داره میره، هر روز هر جا دست میذارین شکست هم میخورید. این 10 سال اخیر که من رو صد میکنم، انقدر وقی هستید. فردا دوباره باز روی پست گذاشتن و حرف زدن هم دارید و دائم همینجا سیلی میخورید، سیلای پی در پی هیدری میخورید از اقتدار ایران و ایرانگرایی و بچه های خط انقلاب و سپاه. بازم حیا نمیکنن، بازم وقی هستن. انتظار داشتن که ظریف رو اگه بن سلمان عکس میگرفت اون موقع قهرمان بود. با مادورو که رئیس جمهور قانونی است با رأی اکثریت اصلا اروپا در آمریکا جنوبی اکثریت، خب مردم از آمریکا بعدشون میاد و سوسیالیست هستن و چپگرا هستن آمریکا جنوبی. و اگر اونجا کودتا نشه، تقلب نشه و اذیت نکنن، همیشه گروه های حکومت چپگرا اونجا رأی میارن و اگه چپ های قلابی هم نباشن. البته به آقای ظریف هم بگم که به پشتوانه همین بچه های سپاه و خط انقلاب است که اینجور مادورو شما رو گرم آغوش گرفت و همیشه میگفت آمیگو آمیگو، میگفت این عکس از یک پهباد هم میگفت مثلا موثرتر از عکسی که با من میگیری، نشون میده خوشحال بود از زدن پهباد و چه تأثیری گذاشته بر تمام کشورهای دنیا. ما مطمئنم الان رو ذهنیت روسیه، چین، عربا که جای خود دارد و مردم اروپا اصلا ارتقای وحشتناک داد جایگاه ایران رو در معادلات بین‌المللی و محبت ها نسبت به ایران بیشتر شد، نوع نگاه نسبت به ایران بیشتر شد و همه جای دنیا الان ایران رو به چشمه کشور قدرتمند و ابرقدرت میدونن. این از برکت خط انقلاب سپاه آقایونه دیپلماتیک و دیپلمات ها و ظریف و بقیه. این همه اینا که شما میرید شما رو اینجور تحویل میگیرن به خاطر بچه سپاه هست. برجام هم اگر اون دستاوردهای خط انقلاب نبود شما رو آدم حساب نمی کردن پای میز. شما با دستاوردهای خط انقلاب و سپاه اینها رفتید پای برجام نشستید که اونو دادید چم نگرفتید، وگرنه اونجا هم شما رو آدم حساب نمی کرد. دستاوردهایی که این بچه خط انقلاب در میارن شما میگیرید تو دستتون میرین یا معامله میکنید یا اینکه به شما تحویلتون میگیرن. بابت این دستاوردهای این جریان است که شما که جز مذاکره و دادن ما چیز دیگه که از شما ندیدیم. که یک کاریکاتور دیگه این آقای مانو نیستانی کشیده و مسخره کرده حکومت ایران رو که به سمت اقتدارگرایی و ملیگرایی داره میره. یه کره کشیده و طرف عکس سرباز هخامنشی کشیده، کنارش انرژی هسته‌ای هم هست، موشک هم هست. و ببینید این آدم، این کاریکاتور اسحالی، جز اسحالی اونن دیگه، چجوری این با عزت ملی نشانه رفته با کشیدن این کاریکاتور. و اولا که نشون میده جمهوری اسلامی به سمت هخامنشی‌گری رفته. آفرین، درود بر جمهوری اسلامی، تو باشد چشمتون کور و بمیرید. شما اسالیون ضد ایرانگرایی هستید دیگه، 99% اسالیون ضد ایرانگرایی هستن. اصلا با مقوله ایران و میانپرستی و اینجا چیزا بیگانن. اینا به قول معروف که چیزی اخیرا مصطلح شده
غربگداهای بیهویت و بیذات گلوبالیست هستن که فقط از چی سیستم حاکم جهانی اونو مطرح کنه به عنوان فرهنگ یا مدل های زندگی و زندگی اجتماعی اونو میپذیرن. اگر دنیا بگه مادورو بده، این احمقا میان که مادورو بده و عکس گرفتن واسه شون دردناک. حالا ایران که داره میره، و چیزی که ما میخواستیم از حکومت ها، از حکومت های خودمون، همیشه از جریان های خودمون که به سمت باستانگرایی برن، به سمت اقتدارگرایی برن، قدرت نظامی برن، با جمهوری اسلامی الان رفته و اون تای دل ما رو که ما همیشه آرزو داشتیم و جمهوری اسلامی برآورده کرده، تای خوشحالی ماست، آن چیزی که از کودکی میخواستیم، از روز اول کودکی میخواستیم. این حکومت الان دو مسیر هست، مسیر اقتدارگرایی هست و دوست ندارم کلمه ملیگرایی رو بگم، چون ملیگرایی ما لیبرالای نفوذی هست، در مسیر ایرانگرایی هست. همیشه سعی کنیم به جای ملیگرایی بگیم ایرانگرایی، چون ملیگرایی در واقع مشکوکه، کلمه مشکوکه. حالا ما میدونیم ملیگرایی یعنی ایرانگرایی هست، ولی جریان لیبرال و صهیون واژه ملیگرایی رو درست کردن. حالا من بعدا نقدی به پان ایرانیست دارم، بعدا میگم نقدم به جنبش پان ایرانیست دیگه، در واقع یه چیزی از شبیه پان ترکیسمه، پان ایرانیسم و اون جایی به زنگا که موضوعی برعکس میگیرن، نشون میده که خط فکریشون بازم به خارج وصله، به ایران وصل نیست. پان ایرانیسم، ایرانگرا باشیم نه پان ایرانیسم. اینطوری میبینیم که اینا به نشانه میرن و حمله میکنن به موضوعات اقتدار ایران و عزت ملی. و نکته بعدی که دیدم، خوشحالی برخی از این جریان آدم های متصب به جریان اصالیون و هاشمی چی ها، مثل پسر رفسنجانی به سپاه دستمریزاد گفت، ابتهی هم خیلی از اینا رو دیدم خوشحال شدن از گرفتن کشتی انگلیسی. من زیاد خوشحال نشدم، چون که کار کوچیکه به نظر من، این کشتی رو که گرفتن در برابر اون کار که انگلیس یکی زد، ما با 10 تا بزنیم. الان این کار ما نصف کار انگلیس هست و هنوز ما باید جبران کنیم، چون اون آغاز کننده تجاوز بود. کسی که تجاوز کننده آغاز کننده تجاوز و بی‌حرمتی بوده باید پاسخ سنگین تر بگیره. حالا دیدم انگلیس داره ارگوز بی خود میکنه که فلان میکنه، به همان میکنه، میشه غلط نمیتونم بکن، اگه غلطی هم بکنن جواب سنگین تر خواهند گرفت. و دلداری میدم به خودشون که این کارکنانش انگلیسی نبودن. خب کارکنان کشتی که ایران مصادر شدن انگلیسی نبودن، اون نفتش فقط مهم بود که شما عادت دارید به دزدی، شما صهیونیست های دزد 500 سال در قالب کشور اروپایی راهزنی و دزدی میکردید و یه زنی که احمق صهیونیست. اصلا صهیونیست ها همیشه اینطوری هستند، دنبال غارت منابع ایران هستن، از قدیم هم همینطوری بودن. اینها هر جای دنیا خودشون ترور میکنن یا عربستان ترور میکنه، غرامتش از ایران میگیرن، حالا پولش بماند، بیشتر میخوان ایران رو بدنام کنن، چون صهیونیست‌ها خیلی از ایران بعدشون میاد. کل دنیا 40 سال سمپاشی کردن زد ایران، ولی خداوند عزت رو داره میده برخلاف این سمپاشی های این صهیونیست های حرومزاده و وحشی و ضد ایرانی که متنفرن از ایران. و عزت به ایران خواهد رسید برخلاف اون جریان های کلی رسانه دنیا که صبح تا شب دارن ایران رو هیولا نشون میدن، تروریست نشون میدن. مثلا گناهش هم چیه؟ جلوی زورگویی این دزدان تجاوزگر زورگو ایران وایستاده. و این واکنش که در جامعه ایجاد شد در مورد مصادره این کشتی انگلیسی، در واقع باعث شد که این جریان های مخالف اقتدارگرایی هم خوشحال شدن و در تای قلبشون ممکنه بعضیشون ابراز نکنه، ولی در تای قلبشون خوشحالن به خاطر این اقتدار ایران. و انگلیس خوشبختانه منفوره، هم تو جریان های اصالی، تو جریان تمام جریان های کشور انگلیس منفوره. حالا آمریکا طرفدار زیاد داره، ولی انگلیس منفوره و هر ضربه ای که به این انگلیس زده بشه، دل ملت ایران شاد میشه. نکته آخر، دیدم که علیرضا خمسه
که الان مثل ایران خارج زندگی میکنه توهین کرده به زندگی در ایران، به ایرانی ها، که میگفت که در اروپا همه مهربونن، حتی سگاشون هم مهربونن و سگا با آدم سلام میکنن. خب آدم نادان، تو ببین سال چند نفر 200-300 نفر سگا اینجا میکشن، بچه ها در خیابون گاز میگیرن، تو کل چقدر خسارت وارد میکنن. حالا بیام الان همه جای شهر گوه سگ ریخته و اینجا چیزا، بوی شاش میده، شاش سگ میده. حالا میخوام طرفدار سگم، ولی میخوام که بگم که این امثال علیرضا خمسه اینا خود باختن و اینطور غرب زندگی در غرب و علکی به دروغ برای جوانا، جوانای داخل کشور حس کاذب ایجاد میکنن، مزخرف زندگی در غرب. همه اینا اکثرا که در غرب هستن زندگیشون به فلاکته و به گو خوردن هم هستن، و علت اینکه چه کینه میکنن به فرش میدن این اپوزیسیون به آخوندا، به خاطر اینکه دلشون واسه ایران تنگ شده، نمیتونن تو ایران زندگی کنن، راه برگشت خودشون به حماقت بستن، اینجور وحشی شدن برای برگشتن به ایران. بعد اینا میان اینجور جوانه داخل کشور فریب میدن. این از 200 سال اخیر همینطور بوده که زندگی در غرب و علکی بزرگش میکنن با این آدمکش های اتو کشیده کرواتی، و اتفاقا انسانیت اینجا در اروپا بیشتر ظاهره، باطن همون باطن وحشی هست، باطن همون باطن ضد انسانی هست، و سیستم ها رو درست چیدن باعث میشه که حقوق رعایت بشه، نه اینکه ذاتا اینجا انسان دوست بشن. این اگر انسان دوست بودن که اینجا جنایاتی که دارن میکنن در سطح دنیا همچنان همون جنایات استعماری، مرگ واسه کشتار انسان ها میشن در دنیا. در لیبی دیدید که چیکار کردن دیگه، یا در عراق همیشه هم از تروریست های وحشی دنیا حمایت کردن، از وحشی ترین حکومت های دنیا حمایت کردن و میکنن، از دیکتاتورترین حکومت ها حمایت میکنن، و اینها نباید دم از انسانیت بزنن. حالا این خمسه عقب مونده که ما بچه بودیم اینو دوستش داشتیم، حالا استنداپ کمدی برقرار کرده برای خندودن، میخواد ایران رو تغییر کنه و مایش هم تغییر کردن ایرانی ها و زندگی در ایران است. و اینجور آدم ها در واقع بیهویت هستن. اون حسی که ما به ایران داریم، حس مادر، حس تقدس، حس همه چی به ایران داریم رو اینها ندارن، و ایران خط قرمز، همه خط قرمزهای ماست، بالاتر از همه اون چیزها هست. سپاسگزار و بدرود.